سرکار خانم نیوشا ضیغمی از ستاره‌های دوست داشتنی با اخلاق و با معرفت و از جمله مهمونای ویژه امشب الجی. خیلی خوشحالیم که شما رو اینجا ببینیم و خودتون روایت بکنید که امشب چه اتفاقی افتاد. سلام میکنم به شما بیننده های تی وی پلاس و مراسمی بود رونمایی از محصول جدید الجی. امیدوارم موفق باشن. ان شاءالله. خانم ضیغمی، از بین محصولاتی که رونمایی شد کدومش واسه خود شما جذاب‌تر بود؟ یعنی یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون یا تسبیح؟ یه یخچال و یه ماشین لباسشویی خیلی هیجان انگیز داشتن که من خیلی دوست داشتم. فکر میکنم که شاید شما قطعا مشتری این محصولات بشین به خاطر اینکه لاین لاکچری الجیه و شاید شما دوست داشته باشین یه ذره خاص‌تر زندگی کنید. چرا؟ من اصلا نمیخوام خاص زندگی کنم. من نه بادیگارد دارم، نه خواستم، نه هیچی نیستم. چیکار داری؟ اتفاقا من تعجب کردم که آرش خان نبودن امشب. نتونستم بیان، سر کار بودن و حالا این گذشته از شوخی خیلی محصولات جالبی داشتن ولی من نمیگم چی رو دوست داشتم. من واسه این میگم آرش خان نبودن که چون نگران چاقو اینا بودم. آها. خیلی سر و صدا کرد اون عکسایی که منتشر شد. دیگه چی بگم؟ اصلا خیلی طبق معمول و واقعا من نمیدونم یه موقعهایی یه حاشیه کوچیک و یه سری از این پیجای دنیای مجازی به خاطر اینکه جذب به هر حال فالوور بکنن و نمیدونم لایک بگیرن و اینها یه چیزایی میگن. بعد من الان 2 هفته است دارم جواب آدما رو میدم و به خدا اینجوری نیست و نه من خطکشی و مرزبندی با مردم دارم نه اصلا هرگز اهل این داستانا بودم و به هر حال اونجا هم یه اتفاقی بود و دیگه همه میدونن که شما جزو هنرمندایی به شدت مردمی هستین، با همه خیلی با ادب و با متانت رفتار میکنین و اینا یه حاشیه‌ای بود که پیش اومد و تموم شد. واسه خانم خونه کدوم یکی از وسایل و لوازم خونگی جذاب‌تره؟ من که مخلص ماشین ظرفشویی ام اول. یه ماه دیگه ولی خب واقعا ماشین لباسشویی ماشین ظرفشویی به نظر من جزء ملزومات خونه هاست دیگه. واقعا خودتون با LG مراوده ای دارین؟ یعنی دوستش دارین؟ من متاسفانه تو خونه خودم LG نداشتم ولی الان که داشتم نگاه می‌کردم دیدم واقعا قابل رقابت که با محصولات اروپایی هست هیچ، شاید بهترم هست و بهشون تبریک میگم. این پشتکاری که تو دیزاین در واقع محصولاتشون، هم امکانات محصولاتشون، هم اینکه خدمات محصولاتشون به هر حال همش با هم جذاب. از کار کردن با کدوم یکی از وسایل تو خونه خیلی متنفرین، دوستش ندارین کلا؟ من فقط از ظرف شستن خیلی بدم میاد. نه دوست دارم اینا رو. نه واقعا اینا آزاردهنده نیست. خانم ضیغمی، امشب یه تلویزیونی رونمایی شد که 2.5 میلیمتر قطرشه، یعنی مثل کاغذ دیواری میمونه. جذابترین تصویری که شما تا حالا تو تلویزیون دیدین که همیشه وقتی اسم تلویزیون میاد تو ذهنتون نقش میبنده رو به ما میگین چیه؟ تلویزیون خیلی برای من جذابه ولی خب به هر حال خیلی چیزا بوده که تو این سالا تو تلویزیون دیدم و برام جذاب بوده ولی توی این اواخر اولین چیزی که برام خیلی یه حس عجیبی داشت تصویر پدرم بود تو عروسی خواهرم که بعد از اینکه فوت شده بود فیلم عروسیشون رو گرفتیم و خیلی برام یه جور عجیبی بود و یخچال هم که دیدیم و اینکه چقدر واسه خانم خونه مهمه که یخچالش همه چی همیشه پر و پیمون باشه، همه چی توش باشه. به نظر من توی خونه باید همه چی به اندازه باشه و من همیشه دوست دارم آدم یه مقدار یه جوری خرید بکنه که چیزی رو دور نریزه. رو استیج هم یه شوخی کردین با رضا رشیدپور و از با مدیرای الجی، این که قطعا بازم شوخیه دیگه راجع به بچه و هدیه. آقای فراهانی شما چلو ما هر 6 بار میپرسیم بعد شما به خدا دیگه. عجب بدبختی ده. من به خاطر تی وی پلاس هم که شده. آره نه آقای رشیدپور که از دوستان چندین و چند ساله منه و خیلی هم دوستشون دارم و با همدیگه گهگداری شوخیایی میکنیم و آره آخه امشب داشتن به همه اونایی که ازدواج کردن بچه دار شدن اینا یه چیزی میدادن. گفتم من قول میدم که این دفعه با بچه بیام. مرسی قربون شما. مرسی محبت دارین. مرسی قربون شما. خیلی ممنونم. من هیچ کاری نکردم، به من کادو نمیدن. کادو؟ آره، نه ازدواج کردم، بچه باید بیاد خانم. ببین خانم خداداد دو تا یخچال ساعت برسد گرفت رفت دو تا بچه بود. شما بفرست ایشالا سال دیگر بچه برقرار. به افتخار خانم ضیغمی هم دست بزنید.